هوشیاری اون فضا تماما بلعیده میشه به وسیله چیزی که در این لحظه داره اتفاق میفته. گفتیم موازی شدن و پذیرفتن آزاد میکنه. هر موقع یادتون افتاد با این لحظه موازی بشین. یه چیزی رو هم من خدمتون عرض بکنم. این ذهن یا من ذهنی اصطلاحا هم بهش میگیم مومنتوم یا مقدار حرکت. درست است که شما ممکنه با این لحظه موازی بشید. ولی این ذهن از قبل یه سرعتی داره، یه میل شدیدی داره برای رفتن به زمان، به آینده. برای اینکه ما با اتفاقات مختلف در گذشته افتاده، ما فکر کردیم این اتفاقات این لحظه هست، یعنی خود زندگیه، با این اتفاقات هم هویت شدیم و در واقع این اتفاقات اتفاقاتی بوده که ما نمیخواستیم بیفته. بس یه سری اتفاقات افتاده که ما نمیخواستیم اون اتفاقات اونطوری بیفته. یه سری اتفاقات نیفتاده که ما میخواستیم اتفاق بیفته. بنابراین با همه اینا ما هم هویت شدیم و این اتفاقات چه بدش چه خوبش افتاده یا اونطوری که نیفتاده، ما با این هم هویت شدیم و یه بافت ذهنی ناراضی هستیم ما که مومنتوم داره، مقدار حرکت داره، شتاب داره، داره بره به آینده، خودش رو به نتیجه برسونه، راضی بشه از زندگی، زندگی کنه، نکرده که تا حالا. این شناسایی این کار خودش کلی ما رو بیدار میکنه که این خوابه، داریم خواب میبینیم، همچه چیزی نیست. زندگی در این لحظه هست. حالا درست مثل اتومبیلی که با سرعت 100 مایل میره و شما ترمز کنید، این اتومبیل وای نمیسته که فوراً. هی باید ترمز کنید یا باید پاتون رو ترمز بذارید، اینقدر بذارین که این وایسه. یا نه، پاتون رو ترمز میذارین، بردارین، این وای نمیسته، همطور میره. هی ترمز میکنید، این میره، ترمز میکنید، میره. پاتون رو بردارید. در اینجا هم همینطوره. با این لحظه موازی میشین، یه لحظه یه ترمز میکنی، این ذهن وای میسه، ولی یه با یه سرعتی داره میره آینده. پاتون رو که برمیدارین، پاتون رو برمیدارین یعنی چی؟ لحظه بعد میاد دوباره میستیزین، سرعتش زیاد میشه، سرعت ذهن با یه مقدار حرکتی جلو میره، مثل اون اتومبیله. با یه ترمز کردن، با یه دفعه موازی شدن با این لحظه وای نمیسه. اینقدر باید ترمز کنی، یعنی با این لحظه موازی بشین، لحظه بعد دوباره موازی بشین. اگر این لحظه شما با این لحظه موازی بشین همینطوری ادامه بدین، یعنی پاتون رو محکم فشار دادین ترمز، این اتومبیل ذهن وای میسه، شما هم راحت میشین. اتومبیل ذهن وایسه، یعنی ذهنتون دست از سر شما بر میداره و شما فضای حضور باز میشه، چشتون باز میشه، رابطه‌تون رو با این لحظه میبینید و کنترلش مثل دست شما، فکراتون رو میبینید، اعمالتون رو میبینید، خرد میاد از اون فضا به این اعمالتون، یواش یواش دورورتون عوض میشه، احتیاجی به واکنش نمیبینید، دوستاتون عوض میشن، اصلا ممکنه کارتون عوض بشه، یه جور دیگه کارها رو انجام میدین، با مردم جور دیگه برخورد میشین، محیط شما عوض میشه و احتیاجی اصلا به واکنش نمیبینین. یه دفعه ببینین محیط کارتون همه دوست شدن با شما، فامیلاتون همه دوست دارن شما رو، دوستانتون شما رو دوست دارن، با بچه هاتون رابطه تون درست شد، با همسرتون درست شد، احتیاج به واکنش نمیبینید. ولی الان اونطوری نیست. الان این مقدار حرکت در واقع هوشیاری ذهنی است که درسته که الان شما یه لحظه ترمز میکنین، شاه رو میبینید، ولی این هوشیاری شما رو به جلو هل میده و این لحظه رو بسته. یه لحظه میبینید، یه دفعه 5 دقیقه نمیبینید، یه لحظه دوباره میبینید 5 دقیقه. این کار رو باید اینقدر ادامه بدید که این سرعت ذهن بیاد پایین. شما نخواهیم با سرعت زیاد بریم به زمان، یعنی گذشته و آینده، به طور دائم مشغول به گذشته و آینده نباش. یواش یواش میبینید، حالا یواش یواش میبینید که شما دیگه خیلی به گذشته و آینده نمیرین، دائما در این لحظه هستید، احتیاجی نمی‌بینید.
قبلا همش یا در گذشته بودین یا در آینده. چرا؟ این ذهن مقدار حرکت داشت، تمایل شدید داشت بره به زمان. شبیه اینه که یه نفر نمیتونه زندگی کنه و پول نداره زندگی کنه، یه نفر میاد بهش میگه که خب چقدر شما پول میخواین زندگی کنید؟ میگه ماهی 3000 دلار. میگه بعد از این ماهی 3000 دلار من به تو میدم، دیگه فکرشو نکن. میگه خب حالا من 100000 دلار بدهکارم. درسته که تو 3000 دلار در ماه به من میدی، من امرار معاش میتونم باهاش میتونم زندگی کنم. این 100000 دلار هر 5 دقیقه 5 دقیقه طلبکار بیاد پولشو بخواد، من چیکار کنم؟ یعنی این 100000 دلار بدهی اونجا جمع شده، این 100000 دلار بدهی اون اشتغال شما به گذشته و آینده هست و هم هویت شدگی های شما از گذشته با دردها و با فکرها و با باورهاست که الان شما رو هول میده با سرعت به آینده. اون شخص میگه که هر موقع طلبکار دیدید زنگ بزن به من پولشو بدم. خب خیالت راحت شد. حالا شما هر موقع طلبکار دیدید الان موازی شدیم با زندگی، زندگی داره جریان پیدا میکنه. 5 دقیقه بعد یه دردی از گذشته میاد، شما با این شناسایی که این دیگه به درد نمیخوره طلبکاره، همطور بندازینش. به خود دیگه من نمیخوام تو رو، بدهیشو بده بره، راحت بشو. پس برای رسیدن به حضور و خلاص شدن گرفتاری یکی این لحظه رو ما احتیاج داریم که همیشه این لحظه است، یکی هم اتفاق این لحظه. اتفاق این لحظه به صورت رنجش میاد از 2 سال پیش، بدون که خود خداست اومده، منطقه به صورت رنجش باید باش موازی بشی. موازی بشی این رنجش رو باید بندازی، ببخشی. خب بخشیدی، اون تمام شد. 5 دقیقه بعد یه طلبکار دیگه بیاد، اونم میندازی تا سرعت این ماشین ذهن شما میاد به صفر، وای میسه. از اون به بعد ذهن میشه نوکر شما، به عنوان یک ابزار خلاقیت از ذهن استفاده میکنید، شما هستین فکر میکنید و ذهن به صورت فرمول در میارید. درست مثل مولانا گفت که هشتیم غزل که نوبت توست. اون موقع متوجه میشین که این فضای حضور، این سکون چقدر عالیه. برای اینکه هر موقع دلت میخواد از ذهنت استفاده میکنی، هر موقع نمیخواد نمیکنی. در ذهن من وجود نداره، نمیترسی دیگه، موازی با این لحظه هستی، روا میداری به خودت، برای اینکه خود زندگی هستی. زندگی همه چی رو به همه کس روا میداره، خودت زندگی میکنی، میذاری دیگران هم زندگی کنند. از پایگاه فراوانی و بی‌نهایت با همه برخورد میکنی، همه اونطوری به شما پاسخ میدن، به طور معجزه آسا در مدت کوتاهی اطرافت عوض میشه. برای اینکه هر چی که در درون شما میبینی در بیرون منعکس میکنی. در درون شادی میبینی، آرامش میبینی، در بیرونم اون به وجود میاد در اطرافت. و یواش یواش میبینی که چیزهایی که میتونه شما رو تحریک کنه بسیار بسیار کم شد، اصلا نیست دیگه. هیچ چیزی نمیتونه شما رو عصبانی کنه دیگه، نیست اصلا همچه چیزی. برای اینکه اینقدر قوی شده قایم به ذات بودن شما و این از پایگاه فراوانی حرف زدن و عمل کردن شما، که شما هر کاری که میکنی و هر چی که میگی این شادی درون به اونها میریزه. اینطوری نفس از بین میره، اینطوری جهان آبادان میشه، اینطوری انسان خوشبخت میشه. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.